سلام، من نیشا هستم. به کانال من، البته کانال خودتون، خوش اومدین. امروز میخوایم درباره یه موضوعی صحبت کنیم، درباره نوروز در کشورهایی مثل ترکیه. یعنی ما الان مد نظرمون اینه که ببینیم نوروز توی ترکیه چه خبره، اصلا آیا تو ترکیه نوروز رو جشن میگیرن یا نمیگیرن. بریم ببینیم چه خبره. ببین، نوروز از قدیم الایام توی کشورهایی مثل کشورهای همسایه ایران همیشه جشن گرفته می شده. یعنی در واقع کشورهایی که قبلا تو قلمرو ایران بودن نوروز رو جشن می گرفتن و در واقع همین الان هم در حال حاضر اهمیت خیلی زیادی توی اون کشورها داره، حالا هر کدوم به یه نوعی، که ما داریم به موضوع در واقع نوروز توی ترکیه میپردازیم. مردم هر منطقه یه دلیل خاصی در واقع برای این شادی و نشاط توی عید نوروز دارن. حالا مثلا بعضیا بهش میگن فصل نو شدن، بعضیا بهش میگن زمان مساوی شدن شب و روز، بعضیا در واقع اونو آغاز پیدایش زمین میدونن و بعضیا زمان پاگذاشتن حضرت نوح به زمین اونو میدونن. در واقع سال نو توی ترکیه یه آداب و رسوم خاصی داره که من براتون الان توضیح میدم. اول از همه باید بهتون بگم که تقویم کشور ترکیه بر اساس تقویم میلادی تنظیم شده و هیچ ربطی به تقویم ما نداره. یعنی سال نوی که در ترکیه گرفته میشه با سال نو میلادی برابره. پس نوروز ما شاید جشن گرفته بشه ولی سال نو در ترکیه محسوب نمیشه. در واقع مردم ترکیه خیلی برای سال نو میلادی تدارک میبینن، یا مثلا تخفیفای زیادی تو فروشگاه زمان سال نو میلادی میشه دید، چون عیدشونه، عید اصلیشون اون عیده. ترکیه به دلیل نزدیکی که به ایران داره آداب و رسوم در واقع نوروز به اینجا انتقال داده شده. یعنی به چه صورت؟ مردم ترک زبان نوروز رو پذیرفتن، در واقع اقداماتی هم برای جشن نوروز انجام میدن. مردم ترکیه برای جشن نوروز خودشون رو حاضر میکنن، اما یه مقداری خب تفاوت میکنه با جشنی که ما توی ایران داریم. ترکیه نوروز رو به اسم سلطان نوروز یا نوروز سلطان میشناسن و در واقع به استقبالش هم میرن، به استقبال نوروز میرن، اما با آداب و رسوم خودشون. مردم هر شهر در واقع چیزی رو که از گذشتگان خودش یاد گرفته همونو میاد برای نوروز اجرا میکنه. یعنی آداب و رسومی که از گذشتگانش یاد گرفته برای نوروز هم همونو اجرا میکنه، همونو انجام میده. توی روستاهای مالاتیا مردم نوروز رو پایان زمستون میدونن و اینو جشن میگیرن. توی قاضی آنتپ مردم نوروز رو به اسم سلطان نوروز میشناسن و در واقع اونو یه دختر جوونی میبینن که 21 مارت به شرق مهاجرت کرده. یه دم اونو به شکل درویشی میبینن که پر پرواز داره و 21 مارس پرواز میکنه اون درویش. یه کار جالبی اهالی آبری انجام میدن که خیلی جالبه، فالگوش وای میستن و این فالگوش وایستادنه به این معنیه که هر چیزی که میشنون، یعنی انگار که چی میگن، انگار که نیت اونا رو داره میگه. یعنی مثلا توی اون سال چه اتفاقی براشون میفته، چیزی که میشنون انگار فال اونا برای اون سال خواهد بود. یعنی یه چیز بامزه و خیلی خرافاتیه به نظر من، اینکه تو بری مثلا فالگوش وایستی چیزایی بشنوی بعد بگی خب امسال اینا برای من اتفاق میفته. حالا اینکه کجا میرن فالگوش وای میستن و اینا رو من نمیدونم دقیق، نتونستم پیدا کنم، ولی میدونم که این رسمو دارن، فالگوش وای میستن و اون میشه فالشون. یه منطقه ای از ترکیه نوروز رو به اسم مارت بوزومو میشناسن. یه من اینا رو اینجا جمع آوری کردم، نوشتم، نوت برداری کردم که یادم نره همه رو نکته به نکته بهتون بگم. در واقع توی این روز چیکار میکنن؟ میان آبهای مناطق اطراف رو میرن جمع میکنن، بعد میان میرزن روی حیواناتشون.
که یعنی با این کار خیر و برکت رو میارن به حالا اون منطقه شون، به دهشون یا حالا هر جایی که هست. مردم ادیرنه بر اساس رسمی مشابه با چهارشنبه سوری ما در واقع میان حسیرا رو آتیش میزنن، حسیرای قدیمی رو آتیش میزنن و از روش میپرن و وقتی که دارن از روی آتیش میپرن برای خودشون و خونواده و اطرافیان آرزوی خیر و سلامتی و برکت میکنن. مسافرین ییلاق ها توی 21 مارت با مارت که ترکیش میشه مارس در واقع، با روشن کردن آتیش ورود خودشون رو اعلام میکنن و ساکنین اون ییلاق برای خوشامدگویی به اونا اگه بیشتر از 20 تا گوسفند داشته باشن یه دونشو قربونی میکنن و جشن و پایکوبی را میندازن. در واقع آیین برگزاری نوروز توی شهرها و روستاهای مختلف خیلی تفاوت داره. نوروز یه جشن باستانیه برای ما ایرانی ها که خیلی جاهای ترکیه هم اونو جشن میگیرن، مثل مردم ساکن دیاربکر، ماراش، مرسین، اهالی مناطق شرقی ترکیه مثل آگری، ایگدیر، کارس، آردهان برای نوروز خیلی اهمیت قائلن. مردم شهرهای بزرگتر مثل استانبول و آنکارا و ازمیر و آدانا تو همچین روزی با تخفیفا و نمیدونم کمپین های خیلی جالب میان مردم رو تشویق میکنن به خرید کردن و با برگزاری برنامه هایی مثل کنسرت و برنامه های شاد و جذاب خیابونا رو پر از شادی و شور میکنن. به عقیده من ترکیه توی نوروز برای ما ایرانیا یه جای خیلی باحالی میشه برای تفریح. اما اگر خواستین عید بیاید اینجا و بگردید حتما لباس گرم یادتون نره. ترکیه از ایران سردتره و همیشه باید لباس گرم همراهت داشته باشی. اینم به درخواست شما عزیزان بود که اومدین برای من نوشتین که اصلا راجع به این موضوع برای ما در واقع برنامه درست کن که آیا تو ترکیه نوروز جشن میگیرن یا نه. در واقع بخوایم لب مطلب رو بگیم اینجا، نوروز به نوروز میدونین چجوری نگاه میکنن مردم ترکیه؟ به نوروز این شکلی نگاه میکنن که خب بهار اومد، زمستون تموم شد و بهار از راه رسید. این نگاه کلی مردم ترکیه است به این قضیه، ولی خب بر اساس اتفاقای گذشته، بر اساس گذشتگان خیلی جاها جشن میگیرن که به همین صورتی بود که براتون توضیح دادم. امیدوارم که این ولاگ براتون کارآمد بوده باشه، دوست داشته باشین و مرسی که با من همراه بودین. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. بای بای.